از کمک ها به غزه و رایزنی ها برای آزادی گروگان ها چه خبری داریم؟ آریان، کمک هایی که ما از گذرگاه رفح میشنیدیم، از مصر میومد به گذرگاه و از گذرگاه به بخش جنوبی نوار غزه میرسید، یه مقدار کنتر داره پیش میره، به خاطر که ارتش اسرائیل خیلی با وسواس کامیون ها رو بررسی میکنه. اما یه اتفاق مهمی که امروز افتاد، ارسال سوخت به جنوب غزه بود. از حملات 15 مهر حماس، ارتش اسرائیل اجازه عبور سوخت به غزه رو نمیداد، میگفت حماس از این سوخت برای حمله به اسرائیل استفاده میکنه. امروز یک کامیون منتقل شد. مقامات فلسطینی، مقامات محلی میگن بسیار بسیار کمه این سوخت، شاید مصرف چند ساعت باشه، اما ارتش اسرائیل میگه این شروعی است بر اتفاقاتی که در گذشته افتاده و حالا باید ببینیم روند چگونه پیش میره. مذاکرات که اشاره کردی، حماس اول گفت مذاکرات رو متوقف میکنیم. حتی زیاد نخاله، رئیس جهاد اسلامی، دیشب گفتش که ما به امید یک آینده بهتر سکوت میکنیم، دیگه مذاکره نمی‌کنیم. اما امروز برخی منابع جمله رویترز گفتن که حماس گفته ما حاضریم در ازای یک آتش‌بس 3 تا 5 روزه 50 نفر رو آزاد کنیم. ارتش اسرائیل هنوز واکنشی به اون نداده، اسرائیلی‌ها موافق نیستن. همزمان برت مکروت، در واقع نماینده کاخ سفید و هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه، اینجا ساعتی پیش با وزیر دفاع دیدار کرد. شاید رایزنی‌های اینجا ادامه پیدا کنه. اگر خبر جدیدی داشتیم حتما به اطلاع شما و میلندگان میرسونم. آریان.